نادر موسوی هستم. امروز میخوام درباره زبان فارسی که نه تنها در ایران که در گوشه گوشه دیگر جهان با این زبان صحبت میشه، مثل مزار شریف، تاجیکستان، بلخ و کابل، و کتابهایی رو میخوام براتون معرفی بکنم که با لهجه اونجا نوشته شده. میدونید که در افغانستان زبان فارسی رو با لهجه دیگه صحبت میکنن که بهش میگن لهجه دری. فهمیدنش خیلی سخت نیست، یک کمک با زبان فارسی در ایران صحبت میشه فرق داره. کتاب هایی که میخوام معرفی بکنم، یکی کتاب بزک چینی هست که همون شنگول و منگول ایران هست که اونجا به روایت دیگه ای گفته میشه. مثلا اونجا شنگول و منگول ندارن، مثلا میگن اونجا انگگ و بنگگ و کلوله سنگگ میگن، مثلا همون نام های دیگه ای که اون شنگول و منگول اونجا داره. داستانش یک کمک با ایران فرق داره و با لهجه زیبای دری گفته شده و نوشته شده که بچه ها میتونن، بچه های فارسی زبان از هر جای جهان که باشن میتونن کتاب ها رو بخونن و بفهمن. همچنین کتاب دیگه ای که چاپ شده در این زمینه، کتاب اوسانه سیسانه هست که اوسانه های بسیار زیبای افغانستان رو اونجا گردآوری کرده. من چند تاش خودم میخوندم، خیلی لذت بخش بود. افسانه نمیدونم اون دختری پادشاه، نمیدونم افسانه دیو سیاه و افسانه های دیگه که بسیار زیبا هست که شما شروع به خوندن بکنید دیگه دلتون نمیخواد که کتاب بذاره زمین. کتاب پشت کوی قاف همچنین افسانه های خیلی زیبایی داره و کتاب های دیگه که اینا رو انتشارات تاک چاپ کرده. نویسندگان این کتاب ها جناب آقای محمد جواد خاوری است که از نویسندگان به نام افغانستان هست، آقای محمد حسین محمدی که شون خودشون هم ترانه‌سرای کودکان هستند و هم برای کودکان کتاب می‌نویسن، چندین تا کتاب نوشتن که از جمله این کتاب بزک چینی هست و کتاب قوچه قوچه بهار شد و همچنین کتاب اوسانه سیسانه هست که جناب آقای توفیق نوشتن. اینم باز از افسانه های قدیم افغانستان است که کتاب بسیار خواندنی است. من به بچه‌ها سفارش میکنم که این کتاب ها رو تهیه بکنن بخونن که با لهجه های دیگه زبان فارسی که حالا در مزار شریف، در کابل، در هرات و در بامیان با این زبان صحبت میشه آشنا بشن و لذت ببرن. این کتاب ها با توجه به اینکه تعداد زیاد از بچهای افغانستان در ایران هم زندگی میکنن و دوست دارن که به زبان مادریشون آشنا بشن، بخونن و خیلی از واژگانی که در این کتاب ها به کار میره، واژگانی هست که مثلا در مزار شریف گفته میشه، در بامیان گفته میشه، در کابل گفته میشه، در هرات گفته میشه، در این کتاب ها به کار رفته، میتونن با این واژگان هم آشنا بشه، با این کلمات سرزمین مادریشون آشنا بشن و همچنین با این لهجه که این کتاب ها گفته شده آشنا بشن. این برای بچه های افغانستان که در ایران هستن، خیلی هاشون در اینجا دارن زندگی میکنن، سال هاست که در اینجا درس میخونن، زندگی میکنن و با زبان فارسی که در ایران صحبت میشه کاملا آشنایی دارن، اما با زبان و با لهجه یا گویش زبان فارسی در افغانستان آشنایی ندارن، میتونن کتاب ها رو تهیه بکنن. و همچنین بچه های ایران که دوست دارن با لهجه های دیگه زبان فارسی، زبان فارسی که لهجه تاجیکی، نمیدونم لهجه هراتی، لهجه دری کارا در خود افغانستان صحبت میشه و جاهای مختلف هم میتونن آشنا بشن و ببینن که زبان فارسی چه لهجه ها و گویش های زیبایی داره.